به خداوند بخشنده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به درس 121 و در این درس ما و شما تمرین فصل پنجم را کار میکنیم در درس قبلی خود خلاصه فصل را کار کرده امیدوار هستیم که هر مشکلی که در قسمت درس ها در جریان درس ها بوده باشد شما او را با مرور خلاصه فصل هر کرده باشین یعنی در جای اگر روی یک فرمول به اصطلاح مشکل داشتین یا اعتماد نداشتین که این فرمول درست است یا اشتباه است یا اشتباهات تایپی که وجود داشته باشد در درس مرور فصل و اصلاح حل شده باشه و طبعا هر درسی را که میخوانیم باید تمرینش هم حل بکنیم تا اینکه مطمئن شویم که ما این درس را که خواندیم یاد گرفتیم و در تمرین بعضی وقتا بعضی سوالات هم گفته میشه که نسبت به خود درس کرده هم جنجال یا بگویم مسائل بیشتر را او ما شما می داشته باشیم یا مسائل بیشتر نسبت به خود درس هم شامل میشه که بعد اگر تانستیم اونا را حل کنیم به این معناست که شما درس را خوب یاد گرفتیم و در قسمت درس مشکل نداریم پس به این ترتیب شروع می کنیم تمرین فصل پنجم را و قسمت اولش در درس میخوانیم قسمت بعدیش باز در درس بعدی ان شاء سوال اول گفتن نشان دهید که مساحت مثلث متساوی ازلا اگر ای یک زل مثلث باشد از این رابطه بدست می آید اس مساوی با جذر سی بر چار ای مربع مساحت مثلث متساوی ازلا را می شما شما از این رابطه چی کنیم از این رابطه دریافت کنیم و بسیار زیاد ساده هست شما مساحت مثلث را می فهمین که جذر پی ضرب پی منفی ای ضرب پی منفی بی ضرب در پی منفی سی و خود پی از کجا بعد اسم از ای جمع بی جمع سی بر دو پس به این ترتیب شما به عوض بی و سی قیمتش ای وزه کنین بالاخره امیر رقم یک فرمول است اسم در جیران درس هم شما ای را داشتیم سوال دوم گفته اگر طول از یک مسلس ای مساوی به 7 سانتی متر، بی مساوی به 8 سانتی متر و سی مساوی به 9 سانتی متر باشد مساحت این مسلس را دریابید طبعا ساده هست که مساحت مثلث هم و شما نظر به طول ازلا میشه از فرمول جذر پی ضرب پی منفی ا مثل که قبلا گفتم ضرب پی منفی بی ضرب در پی منفی سی میشه دریافت کنیم و قیمت پی از حاصل جمع ازلا تقسیم دو میشه و شما بدست بیاریم پس به این ترتیب بسیار براحتی میتونیم و شما قیمت ها را دریافت کنیم در اینجا برای ما شما گفته کوساین 165 درجه و ساین 165 درجه را توسط فرمول های مجموعی دو زاویه دریابید توسط فرمول های مجموعی دو زاویه ما شما دو زاویه را طور در نظر میگیریم که حاصل جمعشان 165 درجه شود. من میخوایم می این نمایی خورد داشته باشم که شما بعد در موردش بسیار براحتی بتانین تصمیم بگیریم که چگونه هست مثلا اگر داشته باشیم کوساین 165 درجه کوساین 165 درجه را چیگونه باید در نظر بگیریم میشه نوشته کنیم که کوساین 90 درجه جمع 75 درجه یعنی 90 جمع 75 میشه 165 پس به نحوه زاویه 165 را ما شما به دو زاویه دیگه تبدیل کردیم حالا میشه ما شما کوساین 90 درجه را رابطه شد با به اصطلاح خود 90 درجه رابطه با کوساین یا با نسبت مثلثاتی به یاد خود بیاریم که 90 درجه نسبت مثلثاتی رو تغییر میداد و اما در کدام ناحیه قرار داره بیاین ناحیه رو چک کنیم در اینجا ما و شما ناحیه مورد نظر را میفهمیم که از صفر تا به این قسمت را یا بگیم تا 90 درجه ناحیه اول است بعد تا 180 درجه ناحیه دوم است پس ناحیه‌ای که فعلا ما و شما داریم ناحیه دوم هستند در ناحیه دوم اشاره کوساین چگونه بود منفی بود پس به این ترتیب منفی نوشته میکنم منفی بعد 90 درجه کوساین را به ساین تبدیل میکنه به نان میشه ساین 75 درجه آلی اگر شما ساین 75 درجه را یاد داشتین اگر چیز زاویه به اصطلاح مشهور یا بگیم زاویه خاص نیسته ولی ما شما میشه که از درسی که خواندیم قبلا که ساین 75 درجه رو نشتا میکنیم ساین 45 جمع 30 درجه از او یاد داشته باشیم هم مشکل نداره ولی اگر در یاد ما نبود چی کار میکنیم نشتا میکنیم این مساوی است به منفی ساین 45 درجه جمع 3 درجه که به ترتیب هال دیگه ساین 45 زرب کوساین 30 جمع کوساین 45 زرب در ساین 30 درجه فرمولش هست که ما شما میتونیم براحتی قیمت کوساین 165 درجه را دریافت کنیم خب به ترتیب در سوال چارم بر ما شما گفته ساین منفی 165 درجه را دریافت کنیم منفی 165 درجه در کدام ناحیه است در ناحیه؟ سوم هست ببینید در اینجا ما شما ناحیه مورد نظر چون زاویه منفی هست از اینجا بیایم تا این قسمت را 90 درجه و تا این قسمت را منفی 180 درجه پس زاویه ما در کدام ناحیه است در ناحیه سوم هست که از قبل ما و شما داشتیم اشاره ساین در ناحیه سوم چی است منفی هست مشخص است پس به این ترتیب ما و شما هم میتونیم کاله بر اون مبنا دریافت کنیم و بالاخره قیمت را که ما و شما در اینجا بدست میاریم جزء سی خواهد بود شما هم یک بار کار کنید ببینید قیمت شما یا جواب شما جزء بدست می اس یا جزء سی نمی آید که جزء جواب درستش هست سوال پنجم ما گفتن نشان دهید که کوساین دو تتا بر ساین تیتا منفی ساین دو تیتا بر کوساین تیتا مساوی با کوساین سی بر ساین تتا ضرب در کوساین تتا می باشد اگر چه خیلی زیاد ساده است ولی می بر شما کار کنم تا ای که بر شما مشکل باقی نماند در این قسمت سوال ما هست کوساین دو تیتا بر ساین تتا را داریم ساین تتا. منفی به این ترتیب ساین دو تیتای بر ساین دو تیتای بر کوساین تیتا را داریم و میخواهیم که جواب از آنچه در کتاب بر ما شما گفته که کوساین سی تیتای بر ساین تیتا ضرب کوساین تیتا است و جواب را بدست بیاریم خب به ترتیب چی کار میکنیم؟ میخوایم ابتدا مخرج مشترک بگیریم بین از زینا که ساین تیتا ضرب در کوساین تیتا میشه بعد مخرج مشترک تقسیم هر مخرج ضرب هر صورت بنان در اینجا وقت تقسیم کنیم کوساین تیتا باقی میمونه پس میشه کوساین دو تیتا ضرب در چی باقی مانده کوساین تیتا ضرب کوساین تیتا و در قسمت دوم که تقسیم کنیم یا بگم تقسیم مخرج دومی یا مخرج کسر دومی را که انجام بدیم کوساین تیتا با کوساین تیتا خلاص میشه ساین تیتا میمونه علامه هم که منفی است منفی ساین دو تیتا ضرب در ساین تیتا و به ترتیب ما قیمت را میشه بعد است بیاریم پس در صورت ما شما چی داریم؟ اگر دو تیتا را الفا در نظر بگیریم میشه کوساین الفا ضرب کوساین تیتا منفی ساین الفا ضرب در ساین تیتا یا بگیم کوساین دو تتا کوساین تیتا منفی ساین دو تتا ضرب در ساین تیتا با کدام فرمول مطابقت میکنه؟ با فرمول کوساین البته در اینجا ما و شما چون علامه منفی داریم گفتیم دا کو هست در کوساین برعکس است در درس نتیجه گیری در سال ما و شما یاداوری کرده بودیم پس اینجا علامه جمع یعنی دو تتا جمع تتا و در مخرج کسر چی داریم؟ ساین تیتا ضرب در کوساین تتا. دو تیتا جمع تیتا چند تیتا میشه؟ سه تتا میشه پس کوساین سی تیتای بر ساین تیتا ضرب در کوساین تیتا داریم که به این ترتیب بدست میاد آیا در کتاب همیشت از ما شما خواسته بود؟ بله کوساین سی تیتای بر ساین تیتا ضرب در کوساین تیتا در کتاب هم چیزی بود که از ما شما خواستم. توسط فرمول های جمع و تفاضل دو زاویه نسبت های مثلثاتی زوایای زیر را دریابید که بسیار زیاد ساده است سوال ششم با شما و ساین الفا جمع بیتا کوساین الفا منفی بیتا تانجانت الفا جمع بیتا بر کلش شما فرمول داشتیم در فرمول ها وضع کنیم جواب های مورد نظر حاصل میشه سوال هفتم گفته توسط فرمول های مجموع و تفاضل نسبت های مثلثاتی دو زاویه صحت رابطه های زیر را نشان دهید که رابطه های زیر درست هست که در این جلوته میشه ما و شما ساین الفا منفی بیتا را در نظر بگیریم یا بگیم 90 درجه الفا بگیم و تیتا را بیتا بگیم ساین الفا منفی بیتا میشه ساین الفا کوساین بیتا چون علامش منفی است منفی کوساین الفا ساین بیتا بعد وقتی این ساده سازی شود جوابش باید کوساین تیتا شد اگرچه ما شما این رابطه دیگه میفهمیم که 90 منفی تیتا در ناحیه اول قرار داره 90 درجه ساین را به کوساین تبدیل میکنه چون در ناحیه اول هست اشاره مثبته پس درست هست و در اینجا چون در لایه دو مثل اشاره کوساین منفی است بنان جوابش منفی ساین تیتا درست است کوساین 90 منفی تیتا هم ساین تیتا درست است 270 جمع تیتا در ناحیه سوم البته در ناحیه چهارم است اشاره ساین منفی است بنان منفی کوساین تیتا درست است 180 نسبت مثلثاتی را تغییر نمیده و اما 180 منفی تیتا در ناحیه دوم قرار میگیره وقتی در ناحیه دوم قرار میگیره بنان پس علامه کوساین منفی باشه درست است و در اینجا چون در ناحیه دوم مشاره ساین مثبت است بنان میکنن ساین 180 منفی تیتا مساوی با ساین تیتا درست میاد سوال هشتم که بر ما شما گفته تیتا کوچکتر از 90 درجه بزرگتر از صفر درجه ساین تیتا رو دوی بر پنج داریم این قیمت ها شما دریافت کنیم که با استفاده از روابط که ما شما قبلا خواندیم و سهولت میتونیم دریافت کنیم سوال دوم گفته نشان دهید که این روابط درست هست و این روابط را و میبینم البته تمام مثالاش آسان هست اما میشه یکی دو مثالش هم من حیث نمونه ما شما کار کنیم تا شما روش اصلی که چی کار باید بکنین برای دریافت یا بگیم برای درست بودن روابط چی هست مثلا در اول یا سوال اولش ما شما ساین دو تتا بر کوساین تیتا را داریم جوابش گفته دو ساین تیتا میشه یا باید شود ساین دو تتا می میفهمیم که میشه دو ساین تتا ضرب در کوساین تتا تقسیم کوساین تتا هم که داریم ای کوساین تتا با کوساین تتا خلاص میشه جوابش میشه دو ساین تتا که به این ترتیب ما شما دریافت کردیم یا مثلا سوال دوم کوساین دو تتا جمع یک کوساین دو تتا جمع یک مساوی هست به دو کوساین مربع تتا دو کوساین مربع تتا اگر از یک فرمول استفاده کنیم که کوساین دو تیتا مساوی می شود بعد دو کوساین مربع تیتا منفی یک هم درست است ولی اگر دو فرمول تسلط نداشته باشین میشه از فرمول یک استپ قبل ترش استفاده کنیم در او هم مشکل نخواد داشتیم کوساین دو تیتا میشه کوساین مربع تیتا منفی ساین مربع تیتا مثبت یک داریم این قیمت ساین مربع هم از جنس کوساین مربع وضع میکنیم پس به این ترتیب کوساین مربع تیتا منفی به ای این مربع نوشته میکنم یک منفی کوساین مربع تا که از فرمول رابطه اساسی ما شما از قبل داشتیم و درست است بنا در اینجا ما شما کوساین مربع تیتا را داریم مثبت ضرب منفی منفی یک میشه منفی ضرب منفی مثبت کوساین مربع تا میشه جمع یک دیگام که داریم منفی و مثبت خلاص میشه یک جمع یک مساوی به دو میشه بنا دو کوساین مربع تا جواب خود را شما حاصل کردیم و سوال ساده هم بود البته سوالات دیگه هم طبعا تمامش از اینمی روابط که ما شما در این دو مثال استفاده کردیم و اینا هم امو مسائل هست و شما میتونید بسیار به سهولت از روابط استفاده کنین و جواب های ما رو نظر رو دریافت کنین که در جزه بعدی جز بعدی جزء بعدی میشه شما از همین روابط که ما شما در دو مثال کار کردیم یا بگیم در دو جزه قبلی کار کردیم و اینا هم استفاده کنین سوال دوم گفت اگر طول اضلاع یک مثلث به ترتیب 5 سانتی متر، 7 سانتی متر و 8 سانتی متر باشد، شعاع های محیطی و ماهاتی مثلث را یابد شعاع دایره محیطی را موسوم شما ABC بر 4S داشتیم و شعاع دایره ماهاتی را S بر P داشتیم که P A جمع B جمع C بر 2 بود و قیمت S مصاوی با جذر پی ضرب P منفی ضرب P منفی B و ضرب در P منفی C می شد که ما شما از قبل اینا را داشتیم. گفته ساین 180 جمع تیتا مساوی به چی میشه 180 نسبت مثلثاتی رو تغییر نمیده برال پس خود ساین میشه و خود 180 جمع تیتا در کدام ناحیه قرار داره در ناحیه سوم قرار داره در ناحیه سوم اشاره ساین چی است منفی است بنان جواب اول ما شما مثبت هست جواب دوم کوساین هست گفتم تغییر نمیده پس درست نمیایه جواب سوم ما شما منفی ساین تیتا هست وقتی که منفی ساین تیتا را داریم جواب چهارم مثبت کوساین تیتا هست جواب سوم ما شما درست است در ناحیه سوم اشاره ساین منفی و 180 درجه زاویه است که نسبت مثلثاتی را تغییر نمیدهد پس بنان امو منفی جواب درست است گزینه سی سوال دوازدهم گفته با کمک فرمول های جمع و تفاضل نشان دهید بسیار ساده است که ما و شما اینا را مثل سوالات قبلی که بر ما و شما گفته بود به ترتیب است مثلا ساین 360 درجه منفی تیتا در ناحیه سوم قرار داره و 360 درجه نسبت مثلث رو تغییر نمیده پس جواب از این مساوی به ساین تیتا میشه ولی چون در نهایت سی مشاره ساین منفی است بنا منفی ساین تیتا میشه اما از شما از رابطه دیگه خواسته که دریافت کنین از این رابطه خواسته که ساین 360 منفی تیتا رو نشته کنین ساین تیتا ضرب ساین 360 ضرب کوساین تیتا منفی کوساین 360 ضرب در ساین تیتا از اون رابطه گفته اینا رو محاسبه کنین یا بگم یا بگیم دریافت کنین از این رابطه که ما شما ساده یاد داریم که او رابطه ای آسان هست میشه زود چک کنیم اما از رابطه ای که حاصل جمع و تفریق دو زاویه گفته از او رابطه از ما شما خواسته شد در این جمعی خواسته که ما شما ای ساده سازی کنیم بعد ببینیم کدام یک از جواب ها بد اسمه میفهمیم کوساین الفا ضرب کوساین بیتا منفی کوساین کوسا، الفا ضرب ساین بیتا میه پس در اینجا کوساین الفا ضرب در کوساین بیتا مثبت با اصطلاح ساین الفا ضرب در ساین بیتا می و در اینجا ما شما مثبت را داریم در قسمت آخر در اینجا در قسمت آخر منفی را داریم که منفی ضرب مثبت پس منفی میشه جواب ما شما بالاخره گزینه سی درست می قسمت های اولش که کوساین الفا کوساین بیتا باشه هرشون با هم دیگر اختصار میشه شما هم کار کنید ببینید که همین جواب درست می یا درست نمی سوال 14 نشان دهید که ساین الفا بر سکند 4 الفا کوساین الفا بر بر کوسکند 4 الفا مساوی با ساین 5 الفا میشه اینا را میشه شما به عوض سکند کوساین 4 الفا وضع کنین یا یک بر کوساین 4 الفا بگین بهتر میه و به عوض کوسکند هم یک بر ساین 4 الفا وضع کنین بعد جوابش را دریافت کنین که مساوی با ساین 5 الفا میشه طبعا از فرمول حاصل جمع دو زاویه بعد است که میشه در اینجا ما و شما از ساین الفا جمع بیتا یا از کوساین الفا جمع بیتا استفاده کنیم و جواب خود بعد است بیاریم سوال 15 اون گفت حاصل ضرب نسبت های مثلثاتی زیر را به شکل مجموع تفاضل دریافت کنین که در اینجا فرمول های حاصل ضرب است به شکل فرمول های حاصل جمع به اصطلاح تبدیل میشه یک بر دوی قوس ساین ای جمع بی ضرب در یا منفی البته ساینه یا مثبت ساین یا کوساین ای منفی بی از او فرمولا استفاده میکنید و جواب اینا به سهولت دریافت میشه در سوال بعدی یا سوال 16 هم از ما شما خواسته که فرمولای حاصل جمع را به شکل حاصل ضرب تبدیل کنین که بازم از فرمولا استفاده میکنین و بسیار ساده میتونین که اینا را تغییرات برین یا بگیم تبدیل کنین سوال 18 گفتم مساحت یک دایره 180 سانتی متر مربع است مساحت قطای 80 درجه از این دایره را دریابید بسیار زیاد ساده است فرمول قطای دایره چی بود که ما و شما از قبل داشتیم یک بر دوی تیتا ضرب در آر مربع ما و شما در اینجا به اصطلاح مساحت دایره را در اینجا 180 سانتی متر مربع داریم بعد مساحت قطعه دایره را که 80 درجه را جدا کرده تیتا ضرب در آر مربع و سهولت میشه دریافت کنیم و میشه از اینجا با اصطلاح قیمت آر را از قسمت 180 سانتی متر مربع دریافت کنیم یعنی مساحت دایره اس مساوی است با پای آر مربع قیمت اس 180 سانتی متر مربع است پای که مشخص است آر از این دریافت میشه بعد در اینجا که در فرمول قطعه وضع کنیم قیمت مساحت قطع هم دریافت میشه سوال 19 هم گفته مطابق شکل, شکل طول قوس مقابل زاویه مرکزی 60 درجه مساوی با 1 سانتی متر است شعاع این قوس و وتر ای را دریافت کنین که ما و شما در اینجا طول قوس مقابلی که در مقابل زاویه مرکزی 60 درجه قرار داره اون مسایی مساوی به 1 سانتی متر داریم پس شعار را چطور میتونیم دریافت کنیم با استفاده از است فرمول تیتا مساوی به اس بر آر که ما شما در خلاصه درس ها هم در موردش صحبت کرده بودیم بعد میشه مساحت قطع دایره را بسیار به بس سهولت دریافت کنیم که اس سگمنت یا بگوییم اس قطع دایره مساوی است به 1 بر 2 آر مربع ضرب در قوس تیتا منفی ساین تیتا بسیار به سهولت دریافت میشه قسمت اول تمرینات مربوط فصل 5 که ما شما در درس امروز خود خواندیم همین مسائل را شامل میشد ولی تا زمانی که خودتان تمرین را کار نکنین بعد با مشکلات کمتوم یا خورد ریزه مواجه نشه طبعا یاد گرفته هم نمیتونین اما مسائل عمومی مسائل کلان جایی که نکات وجود داشت ما برای شما در تمرین راهنمایی کردیم شما چگونه دریافت کنین بعد بعضی مثالایی که نیاز بود بر شما نیمه کار کردیم یا کامل کار کردیم تا شما روش عمو مثال ها را یا مو قسمت گفته شده او را یاد بگیرین یا بگیم متوجه تا بتانین که تمرینات را کامل حل کنین هر زمانی که تمرینات را حل کردین کامل و هیچ مشکلی به اصطلاح تمرینات نداشتین پس در اون صورت به این معنا هست که شما درس مورد نظر را خوب یاد گرفتین تا یک درس بعدی از مضمون ریاضی صنف دهم هم همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم موفق باشید